مجید جان، این همیشه یک توری هستش که بین فوتبالی‌ها مطرح میشه و کارشناسا همیشه میگن که این دو تا تیم رو تقویت بکنیم، تیم ملی اونم قوی میشه. من گفتم حالا این توری که سالها در مورد صحبت میشه رو بررسی کنیم ببینیم اینطور هست یا نه. بفهم. اسلاید ببینیم بله اسلاید ببینیم. اسلاید اول ببینیم. این جام ملت‌های 1996 هستش که آقای مایلی کوهن به جوان‌ها اعتماد کرد، یک لیست خیلی جوانی رو داد، میانگین سنی 23 سال و هر بازیکنی تو پست خودش قرار داشت. می‌بینید دیگه 10 پرسپولیسی، 4 استقلالی و از سایر تیم‌ها 6 بازیکن، حتی برق شیراز توی این جام ملت‌ها نماینده داشتش. نتیجه چی شد؟ بله نتیجه این شد که خب حالا با وجود شایستگی که تیم ملی ایران داشت، مقام سوم رو کسب کرد. علی دایی با 8 گل بهترین گلزن شد و خداداد عزیزی هم بهترین بازیکن. توی اون سالها پرسپولیس و استقلال یکی در میون قهرمان میشدن و نایب قهرمان، یعنی تا اینجا این تئوری درسته توی دو قطبی استقلال. بله دقیقاً تعداد نفرات هم همین بود. توی جام جهانی 98 هم تقریبا به همین شکل بودش. پرسپولیسی ها خب تعدادشون خیلی بیشتر بود. این عکس هم آقای کریم باقری و لوتار ماتئوس و مهدی پاشازاده هستش. میبینید دیگه 6 پرسپولیسی 4 استقلالی و میبینید باز هم پرسپولیس قهرمان لیگ شد و استقلال نایب قهرمان. تا اینجا این تئوری درسته که میرسیم به جام ملت‌های 2000 و آقای جلال طالبی سرمربی شدن. اینجا من تیتر پایان جلال با طالبی به این خاطر که اینو انتقاد کردم که حامد همیشه برای تیتر میاره به خاطر اینکه خب آقای طالبی این تیم خیلی پرحاشیه‌ای بود، در واقع داشتش یه تغییراتی توی نفرات تیم ملی رخ میداد، ولی میبینید حتی تعداد نفرات هم برای پرسپولیسی ها و استقلالی ها یکسان بود و از سایر تیم هم 8 بود. مثلا حالا یکسان انتخاب کردن دلیل خاصی داشته؟ اون موقع مجید لحاظ روانی انقدر رقابت این دوتا تیم زیاد بود که حتی تعویض ها هم یه مدلی بودش که الان اگه یه پرسپولیس تعویض شده یه استقلالی جایگزینش بشه که تعداد نفرات به هم نریزه. تو این دوره هم حالا یه مقدار اونطور که باید مربی ها زیاد احاطه نداشتن به بازیکنان این مدلی میشد، یه ترسی وجود داشت. آره دقیقا. ولی خب اینجا توی اسلاید بعدی انتخابی جام جهانی 2002 بود که یکی از بهترین تیم‌های ایران متاسفانه موفق به صعود نشد. این هم خب اسلایدیه که خب ایرلند تنها شکستش رو توی انتخابی جام جهانی مقابل ایران با میروسلاو بلوزویچ در واقع متحمل شد بعده که گل در این مدلی شد که حالا ما نرفتیم. ولی آقای بلازوویچ کلن بدنه رو عوض کرد، یعنی 5 تا بازیکن از فولاد انتخاب کرد و بازیکنه فیکس اون دوره هم بودن، کلن دیگه از اون دوره ساختار یه مقدار به هم ریخت. یعنی نسل رو عوض کرد یا نه؟ اصلا نه، چرا نسل رو عوض کرد؟ به این خاطر که آقای بلازوویچ که اومد گفتش من کل لیگ رو نگاه میکنم و به همین خاطر کلن یک شادابی توی لیگ ایران ایجاد شد. درست. که خب میبینید توی تمرکز رو استقلال پرسپولیس تغییر داد، اصلا تمرکز از روی این دو تا تیم برداشته شد که میبینید سال 2004 هم آقای برانکو همین روند رو ادامه داد، تعداد پرسپولیسی ها 3 و استقلالی ها 1، یعنی دیگه تقریبا اون ساختاره رو تغییر داده بودن مربیان بلوک شرق. که خب میبینید آقای علی کریمی آقای گل مسابقات شد و قهرمان اون سال هم فولاد شده بود. اصلا پرسپولیس و استقلال رتبه‌شون رو می‌بینید 5 و 3 بودن. فولاد هم 6 تا بوده دیگه. بله فولاد هم اصلا اینو معقص نمی‌دونم، 6 فولادی و 4 پاسی بوده که می‌بینید دیگه اصلا کلاً روند ریخته بود به هم. اصلا تیم هم 9 تا ملی بود. ولی خب اون کارو مربی خارجی خیلی راحت‌تر می‌تونستن همیشه انجام بدن. دقیقاً. اگه این کارو مثلا آقای طالبی می‌کرد کلاً آوا رو سرش خراب می‌کرد. آره. که چرا پرسپولیس استقلال خیلی بیشتر حساسیت زیاد بود. الان دیگه حساسیت کمتر شده. دقیقاً. توی اسلاید بعدی هم جام ملت‌های بله ببخشید انتخابی جام جهانی 2006 بوده که تو صورت آره این عکس رو گذاشتم حسین کروی، من خودم باش مصاحبه کردم میگفت این صحنه رو من بعد 50 بار اخراج می‌شدم، یه بار کم بود خودش میگه. آره گفت من 50 بار بعد اخراج می‌شدم اصلا، یعنی لوئیس فیگو گفت آقا با کی کار داری چرا اینجوری می‌کنی. تعداد نفرات می‌بینید از پرسپولیس‌ها و استقلال 2 نفر دیگه، اونجا لژیونرهای تیم ملی ایران زیاد شده بود و می‌بینید قهرمان لیگ برتر سایپا 1 سهمیه در تیم ملی داشت، نایب قهرمان هم که استقلال اهواز بوده 0 سهمیه، یعنی اینا خب حالا یه ذره کنایه‌آمیزه چون اون دوره میگفتن برانکو کلا با 14 تا بازیکن کار میکنه و پرسپولیس زیاد... بود با تعداد کم. آره دقیقاً با 14 نفر میره تا آخر.
اما جام ملت‌های 2007 خب آقای قلعه‌نویی بودن و مقابل کره جنوبی تیم ملی حذف شد توی مرحله 1/4. اون دوران خیلی‌ها میگفتن که آقای قلعه‌نویی چون استقلالیه تعداد استقلالی زیادی رو دعوت میکنه، ولی خب می‌بینید در عمل اینطوری نبود. یعنی سه تا استقلالی بودن. آره دو تا پرسپولیسی، سه تا استقلالی، لژیونر هم 11 تا ما داشتیم. سپاهان هم که بله توی سپاهان هم یک بازیکن، رتبه هم که خب می‌بینید دیگه پرسپولیس اون سال قهرمان شده و رتبه استقلال هم 4 رو. دیگه ما از اینجا بعد لژیونرهامون هم بیشتر شد. آره دقیقا، اصلا دیگه اون نسل عوض شده بود. ولی اینجا جام انتخابی 2010 اصلا یه تغییرات عجیبی با مربیگری آقای علی دایی داشتیم. مثلا شاید تنها دوره‌ای بود که تعداد بازیکن سایپا توی تیم ملی از پرسپولیسی‌ها و استقلالی‌ها بیشتر بود. ولی خب متاسفانه در ادامه با آقای قطبی ما نتونستیم نتیجه لازم رو کسب کنیم و حذف شد. اون تیم ملی نتونست بره جام جهانی. درست. آقای افشین قطبی هم اون روند رو که دوباره سرمربی موندن نتونستن ادامه بدن. با وجود اینکه خب 6 تا سپاهانی، 2 تا پرسپولیس و 1 استقلالی داشتیم، قهرمان لیگ برتر سپاهان بود و خب می‌بینید با اینکه خب زباهن هم توی لیگ قهرمانان عمل کرد و خوبی داشت، تعداد ملی پوشان زیادی رو نداشت. اما میرسیم به دوره کارلوس کیروش که اصلا باز یه تغییرات اساسی شکل گرفت. کارلوس کیروش عقیدش این بودش که چون لیگ ایران علاوه سخت افسار و اون آمادگی جسمانی و بدنی بازیکن‌ها خوب نیست، بازیکن‌ها بهتره که توی لیگ‌های دیگه، حتی لیگ‌های حوزه خلیج فارس بازی بکنن ولی توی لیگ ایران نباشن. به همین خاطر عجیب شده برن دیگه. آره دقیقاً. به همین خاطر اصلا تعداد ملی پوشان از پرسپولیس و استقلال به مرور از دوره کارلوس کیروش کمتر شد، متمرکز شدن روی بازیکن‌های لژیونر. حالا توی اسلایدهای بعدی لطفاً. این 2014 بود که بعد ببین آها توی جام ملت‌های 2015 دیگه از دوره‌ای بودش که خب پرسپولیس دیگه با برانکو داشتش یه روند سعودی رو در واقع پی می‌گرفت. از پرسپولیس 1 بازیکن، استقلالی 4 تا، خب مقابل عراق ما 1/4 حذف شدیم و خب سپاهان هم حذف شده بود توی لیگ قهرمانان. جام جهانی 2018 و این پنالتی چطوری کیریس معروف آقای علیرضا بهرام‌ون گرفت. می‌بینید توی جام جهانی 2018، آره من با اسلاید بعدی هم یکی میگم، و جام ملت‌های 2019 این صحنه که خب بازیکن مدافعمون واقعا این عکس پر حسرت دقیقاً می‌بینید دیگه پرسپولیس هر چی نتایج بهتری می‌گرفت اینم خب کنایه‌آمیز بود. یعنی این نقد کارلوس کیروش همون دوران هم ایراد می‌گرفتن که شما چرا بازی لیگ رو نمی‌بینی، کلا بجز پرسپولیس و استقلال از دو تا تیم دیگه برتری دیگه بازیکن دعوت. چند تا نکته وجود داشت دیگه، اینی که اگه می‌خوای دعوت بشی حتما برو توی مثلا کشور دیگه بله. بازی بکن، و اینکه حالا اگرم پرسپولیسی هستی زیاد چون به خاطر رابطه آقای برانکو و آقای کیروش احتمالی که دعوت بشی کمتره. دقیقاً. اصلا آقای گرشاسمی هم همون موقع گفته بودن دیگه، گلی که سید جلال زد باعث خط خوردن شد. علیپور اون موقع آقای گل لیگ بود. اصلا نه 2018 دعوت شد نه 2019 متاسفانه. اینکه حالا یه مربی سبک خاصی داشته باشه و بازیکن مورد نظرش بخواد دعوت بکنه که کسی به این نقدی وارد نمی‌کنه، ولی اینکه بله. حالا حتما آدم‌های شایسته دعوت بشن خیلی نکته مهمه. دقیقاً. این اون موقع خب اینطوری بود دیگه، ولی حالا امیدواریم که البته خب نتیجه‌گیری هم اینه که خب الزاماً این تئوری که همیشه فوتبالی‌ها می‌گفتن پرسپولیس و استقلال قوی باشن تیم ملی هم قوی‌تر نیست، چون الان ما نشون دادیم که حتی میتونن رابطه عکس هم داشته باشن. خیلی متشکرم از اینکه میشه در اون باور خیلی قدیمی مونه، یعنی اوایل این شکلی بوده همین. آره به مرور تغییر کرد با اومدن مربیان مخصوصا خارجی.